اعترافشه، ببریدش. من اگر این کارو کرده بودم توبیخ بودم دیگه. اگه به دختر مردم تجاوز کرده بود نه. من کسی هفت متهم به پرونده غزاله فرزان به قد اعتراف کرد داریم میاریمش اداره. یک هفته از بسته شدن پرونده غزال دختر 18 ساله‌ای که دزدیده شده بود می‌گذره. پرونده‌ای که بعد از 2 سال بالاخره به نتیجه رسید، اما برای نجات جون دختر دیر بود. قاتل غزاله بالاخره به قتل اعتراف کرد، ولی همچنان چیزی از درد پدر و مادرش کم نشد. در همین خصوص ما رفتیم خونه پدر و مادر غزاله و باهاشون صحبت کردیم. بریم با هم دیگه تیکه‌هایی از این مصاحبه رو ببینیم. تسکیر جان، دختر من بود که مرد. بعد رفتن دخترم دیگه زندگی ما هم رفت، آینده ما هم رفت. دیگه دلیلی نداریم برای زندگی کردن، دیگه دلیلی نداریم برای زنده موندن. سلام آقای کیانی، یوسفی هستم، وکیل همسرتون. امروز موعد پرداخت مهریه‌تون بود. ممنون میشم ترتیب اثر بدید. منتظر تماستون هستم. توی موقعیت قرار بگیرن. تیم بررسی صحنه جرم اعزام شدن به موقعیت 27. کلیه واحد گشت موقعیت منطقه رو تحت نظر داشته باشید. واحد 17 در جریان باشید. 27 در موقعیت قرار گرفتن. تیم بررسی صحنه جرم اعزام شدن به موقعیت 27. واحد 27 مطمئن 52. واحد 27. اسمم ارغوان امینیه و دقیقا 35 سال پیش توی خانواده ثروتمند به دنیا اومدم. کی شماد؟ ثروتی که باعث می شد از دید همه خوشبخت به نظر بیام. چرا همش تو می بری؟ همیشه واسه بردن اول باید شاخ رو برسونی به قلعه. اون باید منو برسونه به قلعه، نه من اونو. برو بخواب، حرف بی خود نزن. جدی میگم دیگه.
نوبت اونم میرسه. فعلا برو بگیر بخواب، فردا باید بری مدرسه. نمیشه دستیگه بازی کنی؟ باشه برای فردا شب. شاید چون تولدته گذاشتم ببری. لازم نیست. خودم شما میرسونم به قله. میبرمت. پدرم به هم فهمون داشتن ثروت دلیلی برای خوشبختی نیست. گاهی اوقات ثروت به جای اینکه فضای خالی رو پر کنه، بیشتر فضای خالی ایجاد میکنه. فضای خالی که باعث شد جای خالی پدرمو از 7 سالگی نتونم پر کنم. کاری که مادرم بعد رسیدن اموال پدرم بهش خیلی زود تونست انجامش بده و منصور رو وارد زندگیمون کرد. ولی من علی‌رغم تمام تلاشی که منصور توی سالها کرد نتونستم. همیشه تو کسی نیستی که سرنوشتو می نویسه. بله. وقتی نوشته شد فقط می تونی بخونیش. این پسر رو می شناسی؟ سرنوشتی که توی دانشگاه رقم خورد. داری بهت نگاه کنم. اسمش کاوه بود. هیچ وقت فکر نمی کردم بتونم عاشقش بشم. عشقی که از روزای اول کلاس معماری شروع شد. ببخشید. شاید به خاطر صدای کاوه بود. اسمتون چی؟ چون منو یاد پدرم مینداخت. چه قشنگ اسمتون. کاوه از همون اوایل رابطه جوری زندگیشو برام تعریف کرد که انگار سال هاست میشناسمش. نمیدونم. اون زمان فکر نمیکردم که انقدر زود بخواد همه چیز پیش بره. میخواستم بهش بگم که ما خیلی با هم فرق داریم. اما نتونستم. 1000 بار بهت گفتم این پسر اصلا به خانواده ما نمیخوره. فرقایی که باعث میشد هیچ کس از این رابطه راضی نباشه. دیگه هم راجبش بحث نکن. همین. اما اون تنها کسی بود که منو یاد پدرم مینداخت. برای همین هر روز به آینده امیدوارتر می شدم. آینده‌ای که خیلی زود شروع شد و خیلی زودتر به نتیجه رسید. دقیقا همون خونه‌ای که می خواستید. یه خونه قدیمی اما در این حال مدرن. 4 خوابه است. به درد اون فضایی که شما می خواهید طراحی کنید می خوره. بفرم. این آپارتمان به سفارش سفیر اسپانیا قبل از انقلاب ساخته شده. یه معمار اسپانیا اینجا رو ساخته. همه واحد ها یه شکلن. اما این واحد و واحد روبرویتون که یه زن و شوهر جوان مثل خودتون زندگی میکنن از همه تمیزترن. حمام و دستشوی اصلی خونه و همراه لاندری. اینجا هم آشپزخونه است که البته از داخل سالن غذاخوری هم یه ورودی داره. فکر نمی کنم تو کل شهر خونه‌ای که اینجوری حال هوای اروپا رو داشته باشه گیرتون بیاد. من بیرون منتظر میمونم تا شما رو حتی تصمیمتون بگیرید. ممنون. خواهش میکنم. چیه خوشت نیومد؟ چرا؟ پس چه اینجوری میگی چرا؟ میگم نمیخوای بگردیم یه جای کوچیکتری پیدا کنیم؟ دوباره شروع نکن. اگه تو هم نبودی حالا اینجا نه یه جای دیگه بازم مامانم کمکم میکرد بخرم. خودت هم داری میگی کمک دیگه. آدم بدون کمک که به جایی نمیرسه. ببین چه خوشگله. با همه مشکلات بالاخره تونستم به خونه‌ای که همیشه آرزوشو داشتم برسم. ببین یعنی چه شده برای اینجا؟
خوبه دیگه، اگه تو میگی خوبه که درست حتما. آوا اولین نفری بود که ورودمونو به این خونه تبریک گفت. خیلی خوش اومدین. من آوام، همسر رو به رویتون. بفرمایید. تو همون برخورد اول به دلم نشست. مثل همین احساس کردم همه چیز داره عالی پیش میره. هم برای من، هم برای کاوه. تا اینکه من متفاوت ترین حس دنیا رو تجربه کردم. مادر شدم. اونجا بود که فکر میکردم خوشبختیم داره کامل میشه. اما افسردگی بعد از به دنیا اومدن جانا باعث شد بفهمم هیچ خوشبختی کامل نیست. افسردگی که اعتمادم رو به همه چیز از من گرفت. این کاریه که زندگی باهات میکنه. یه جایی بابت همه خوشی هایی که بهت داده مجازات میشی. برای همین خانم باید خودتو برای اتفاقای بد روبروت شروع کنیم آماده کن. دقیق بگید چه اتفاقی افتاده. ما امشب خونه همسایه‌مون مهمون بودیم. دو برداشتی؟ آره. پیجر کو؟ اینجاست. چه عجب، نمی اومدین دیگه، ساعت 10 شد. ببخشید دیگه یه ذره درگیر خوابوندن جانا شدیم، طول کشید. برادرم حمید. سم، خوشبختم. خیلی تعریفتون رو شنیده بودم. کاوم. بفهم. خوشبختم. بیا قربونت برم. دست شما دارم. کجایی کامه؟ آفت بچه تو آقامتون به دنیا بیاد درست میشه. یه سیگار بکشم. بذار منم بهت میام. سیگار رو ترک کردین یا کلن نمیکشه؟ ترک کردم به خاطر بچه. از درگیری ذهنتون معلوم چه آمان را همی هستی؟ نه اتفاقا برعکس، امشب کاوه همیشه بیشتر از من نگران بچه است. خب چرا پرستار نمیتونی که همچه شبای راحت بشی؟ نه پرستار داره، امشب نتونست بیاد. خب اشکال نداره، پیجر که هست نیازیست نگران بشی. درک شدین احساس منو بیشتر درک میکنی. من این خواهرمو که برون میکنم به بچه داشتن که هیچی، به ازدواجم نمیتونم بکنم. چه سکوتی؟ من که فقط داشتیم حرف میزنم. جدی؟ چه عجیب؟ جدیدن حرف کشیدن از ارغوان خیلی سخت شده. امشب هم که منوز دوتایی چشون شده کلن رفتارشون تغییر کرده. به ما که چی نمیگن؟ حمید جون فردا پروازتون چه ساعتیه؟ 11 صبح. خب دیگه دیر وقته دیگه، ما بریم. چجوری بیدار میشیم؟ بچه ها کجا بریم؟ ساعت هنوز 1 نشده. بچه که خواب حمید هم عادت داره. حالا استرس چی رو داریم؟ نه تا جانا بیدار نشده بریم. شما هم فردا مسافر داریم. شب بخیر. میخوابی؟ هستم.
کاوه. مطمئن این چیزی رو جان انداختین؟ دقیقات کامل نشه دقیق نمیشه گفت. پدر و مادر میگن بچه‌شون توی اتاقش خواب بوده، میرن مهمونی خونه همسایه روبرویشون، وقتی برمیگردن میبینن بچه توی تختش نیست. بچه چند سالشه؟ یه سال و نیم. بچه به این کوچیکی خونه تنها گذاشتن؟ آره، ولی پیجرشو با خودشون برده بودن. این دو نفر همسایه روبرویی هم. آره همینا. ولیشون خونه نه خونه شون که بذار مواظب شون باشه. حتما. سرپرست تحقیقات، میدونم تو چه شرایطی هست. برام تعریف کنید چه اتفاقی افتاده با جزئیات. خونه یه همسایه هم واضح تر صحبت کنید. شما رفتید مهمونی، بچه رو تو خونه تنها گذاشتین، درسته؟ اجازه میدید من توضیح بدم؟ بذارید خودشون صحبت کنم. یه بار همه اینا رو ما برای همکارتون توضیح دادیم. اگه نمیخوای بچه‌ت پیداشه، ما خونه همین همسایه رو برومون مهمون بودیم. هر نیم ساعت یه بار یکیمون میومد بهش سر میزد. آخرین بار نوبت کدومتون بوده؟ من حدود 12 و نیم اومدیم سر زدیم که بعدش هم دیگه برگشتیم خونه. مطمئنی زمانو دقیق میگی؟ شما امشب چقدر خوردی آقا؟ چی؟ به نظرت منظورم چی بود؟ پشت اینجا داره میاد. بچه من نیست آقا. چه فرق میکنه من چی و چقدر خوردم؟ یه ذره خورده بود. شما چی خانم؟ من مشروب نمیخورم. چقدر مهمه که من چی کار کردم الان؟ مهمه. هوشیاری شما زمانی که این اتفاق افتاده مهمه. برای همین میفرسم. کی برگشتم خونه؟ فکر کنم حدود یک بود. فکر نکن، دقیق بگو. ساعت یک بود. برای اینکه نوبت من بود به بچه سر بزنم اصرار کردم برگردیم خونه. چقدر بعد از این که برگشتم خونه فهمیدیم بچه نیست؟ لحظه که اومدیم، وقتی دیدیم نیست، زنگ زدیم به پلیس. آخرین بار که به بچه سر زدین تو تخت بود دیگه، نه؟ آره، من مطمئنم درو بستم. من ازت پرسیدم درو بستی یا نه؟ لطفا بشینید. راحتم. من سختمه. بشین آقا. بشین. مطمئنی؟ که درو بستی؟ دستتون چی شده خانم؟ یه
چاقو بریدم. ببخشید من برمیگردم. چی داریم؟ پنجره قدی تراس از داخل بسته بود، همه جای دیگر هم بررسی کردیم. امکان نداره کسی از تراس و جای دیگه اومده باشه تو خونه. هر کسی هم وارد خونه شده باشه در اصلی اومده تو خونم دارم بررسی میکنم. خون برای چیه؟ برو آینه همو ببین. احتمالا زنه با مشت گویده بهش. من میرم سراغ همسایه ببینم چیزی دستگیرم رو میشه یا نه. خانم گفتین دستتون چی شده؟ من بریده دیگه. یعنی چی؟ مگه شما پرسیدم؟ با شما من یه دسته فقط. من نمیفهمم اصلا این چه سوال مسخره‌ای تو این شرایط داریم میپرسین. خانم دستتون رو چاقو بریدین یا آینه؟ کدوم آینه؟ آینه دستشویی. نکنه خبر نداری؟ شما همیشه بشه رو تو خونه تنها میذاشتی؟ نه نیم، پیشنهاد آوا بود. آوا کیه؟ همین همسایه‌مون که رفتیم خونش مهمونی. برای چی گفت بچه رو نگیرید؟ نمیتونم، فقط برگه راحت تر میشه. شما گفتین ساعت 12 شب به بچه سر زدید. بله. یعنی تو اون ساعت بچه تو تختش بوده. گفتی از خونه رفتی بیرون درم بستی. مطمئنی دیگه؟ بله. آقا تو بچه داری؟ بچه منو از تو خونم دزدیدن، میفهمی؟ کی برگشت خونه همسایه؟ 12:35 دقیقه بود. بعدش چیکار کردی؟ آقا رفتیم تو تراس سیگار کشیدیم. چرا تو تراس بودی؟ کنم تا 10 دقیقه قبل از این که بیایم خونه. یعنی ساعت 12:50 درسته؟ خونه شما هم یه تراس داره؟ خونه همسایتون هم باید تراسش رو به خیابون باشه، نه؟ آره. وقتی تو تراس بودی صدای چیزی نظرتو جلب نکرد؟ از حواسم بود. اگر فرض کنیم گم شدن بچه آدم روایی باشه، یعنی یه نفر بین ساعت 12:36-37 تا 1 بچه رو دزدیده، دقیقا همون زمانی که شما تو تراس بودی، چطور هیچ صدایی نشنیدین؟ چون تنها راه ورود به ساختمون لابیه. خانم آخرین بار بچه چه لباسی تنش بوده؟ یه سره کرم. منظورم اینه که روش عکسی نشونی.
یه عکس یه خرس روی لباسش. رئیس، قفل در خوردگی داره، انگار یه نفر به زور وارد شده. اما در لابی رو چک کردیم، هیچ نشونه ای از اینکه یه نفر بخواد به زور بیاد داخل نیست. چقدر ممکنه صحنه سازی باشه؟ مشخص نیست. ممنونم. مخلصیم آقا. چیز شده؟ کل ساختمون رو گشتیم ولی چیز خاصی پیدا نکردیم. غیر این دوتا واحد یه پیره مرده از طبقه پایین که میگه اونم چیز مشکوکی نیده. یه پیره زنه هم طبقه همکفه که هرچی در میزنیم در رو وانه میکنن. پیره مرده میگه که همشنواس موقع خواب سمکش رو در میاره. بقیه واحد هم که ایران نیستن. پیره مرده کجا میدونه پیره زنه موقع خواب سمکش در میاره؟ به سن نیستیه. به چیه؟ به تجربه. شوفی میکنم با بند خدا اصلا نمیتونست را ببره. با ویلچر اومد دمه در. یعنی چیزی ازش در نمیاد؟ نمیدونم. علجه؟ فکر کنم علجه مغزی؟ نه برو سرکش دیگه. ببین چی دستگیرت میشه. پیرزن هم بیدارش رو درست رو بشه. برو سرکش کن. این زنه نگفت چی در مورد دستش رو گفته؟ رو من گفتم و همون قرصوی که میخوره ربطه. شوهره فقط خیلی مشکوکه. استرس داره اینو یه چیزی پنهان کنه. یعنی دونی مدار بسته چیه؟ مثل اینکه یه ماه پیش همشون خراب شده، قرار بوده عوضشون کنن. مدیر ساختمون کیه؟ شوهر آوا حجازی، همینی که رفته بودن خونش مهمونی. البته یورو به خاطر بدهی چند ماه پیش میفته زندان، زنش هم ازش طلاق میگیره. قرار بوده توی این ماهی مدیر ساختمون رو جدید انتخاب کنن. در رو بزن. ایزایدش مورگن. گوته نخت. از مهمونیتون برمون بگید. چند شب پیش زنگ زدم به ارغوان و کاوه، دعوتشون کردم بیان اینجا چون حمید قرار فردا صبح برگرده آلمان. گفتم شب آخری دور هم باشیم. شما آلمان زندگی میکنی؟ بله، 7 ساله برلین. شغلتون چیه اونجا؟ ران تاکسی هم اوبر. شما چند وقته که با خانواده بدرود دوستین؟ تقریبا از همون اوایلی که اومدن تو این ساختمون. شما ازشون خواستین که بچه رو نگیرم مهمونی دیگه، درسته؟ آره، ولی کاوه ازم خواستین رو به ارغوان بگم. دلیلش چی بود؟ نگو چرا؟ نه، شاید فکر میکرد اینجوری حال ارغوان بهتر بشه. خانم ارغوان چشه؟ به خاطر افسردگی بعد از زایمان کم رفتارش عوض شد. کی اینو از شما خواست؟ چیو؟ همین که بگیم بچه رو نگرم.
یه چند ساعت قبل از مهمونی. چند ساعت؟ یه 5 یا 6 ساعت قبل مهمونی بود من زنگ زدم به ارغوان. 5 یا 6؟ ساعت 4:30 بود. خیلی ممنون. اونا توی مهمونی هر نیم ساعت یه بار به بچه سر میزدن؟ آره، ارغوان کلا توی مسائل خیلی دقیقه. هر بار سر زدن به بچه چقدر طول میکشید؟ خیلی دقیق یادم نیست. هر دفعه با هم دیگه فرق میکرد. مثلا کاوه هر موقع میرفت سریع تر برمیگشت. چرا سریع؟ واقعا یادم نمیاد. تا برمیگشت 4-5 دقیقه طول میکشید. یادم یه بار که ارغوان رفت انقدر طول کشید تا برگرده، گفتم دیگه اصلا فکر نکنم بیاد. این اتفاق کی افتاد؟ فکر کنم ساعت 11:30 بود که ارغوان رفت. نیم ساعت طول کشید تا برگرده. باز همین دیگه کاوه نتونست ساعت 12 بره به بچه سر بزنه. البته شایدم چون داشت ارغوان آروم میکرد نتونست بره. بابت چی آرومش میکرد؟ نمیتونم. وقتی برگشت معلوم بود گریه کرده. ارغوان، معلوم از کجایی؟ قضیه یخ کرد. دار شده بود، ببخشید. دسته چی شده؟ شایدم به خاطر این بود که دستشو بریده بود. بریدم. یعنی وقتی رفته خونه دستشو بریده؟ بله. به شما نگفت با چی دستشو بریده؟ گفت با چاقو بریده. البته قبل رفتنش هم با کاوه بحث شده بود. میرم به بچه سر بزنم، بعدا منتش سر من نمونه. بعد تا منو دید خیلی عصبانی رفت که به بچه سر بزنه. وقتی هم برگشت کلن تو خودش بود. آره دیگه، غذا هم نخورد. نه، غذا نخوردنش واسه افسردگیشه. کلن این مدلی. شما چیز خاصی نظرتون رو جلب نکرد؟ نه، من اولین بار بود میدیدمشون. کلن شناخت ازشون نداشتم، ولی خب اون خانم خیلی نگران بچهش بود. گفتید که خانم ارغوان بعد از آخرین بار که با تأخیر برگشتن، شوهرشون تو نوبت خودشون دیگه به بچه سر نزدن، درسته؟ نه دیگه، خب تا ارغوان برگرده دیگه ساعت شده بود 12. دلیل نداشته یک کاوه بخواد بره. آیا بعد رو توی اظهاراتشون گفتن که برای آخرین بار ایشون به بچه سر زدن؟ بله. وقتی برگشتن با شما اومدن تو تراس سیگار کشیدن دیگه؟ بله. رفت آمد مشکوکی یا صدایی نشنیدین که بخواد توجهتون جلب کنه؟ نه، ما چی؟ اما رفتار کاوه مثل همیشهش نبود. یه چیزی میخواستم بهت بگم ولی شاید وقتش هم نباشه. چی؟ بگو. میگم اگه قبل ارغوان دونم میدیدم بد نبودم. مستی یا گاوا؟ بریم داخل. یه سوال دیگه، شما کی متوجه شدین اتفاق برای بچه افتاده؟ همون موقع وقتی ارغوان و کاوه برگشتن خونشون. مرسی بچه، شب شبتون بخیر. با صدای جیغ ارغوان. اونه چرا این شکلی بودن؟ چجور بودن؟ از آلمانی هم یه اختر بودم. دیوونه. برو بگی بخواب دیگه، من بیدار بودم. ممنونم. خیلی ممنونم. شما هم تا اطلاعی سنم یه کشور خارج نشد. واسه چی؟ من صبح پرواز دارم، باید برم. صحبتم واضح بود آقا. تا مشخص شدن پرونده بعد اینجا بمونید. واضح چیه؟ میگم باید برم. صدا تو بیار پایین بابا، میدم بکنن تو گونی ببرن تا. چی میگه این؟ صدا تو بیار پایین میگم. پارسا. نمیخوای آدم شیم؟ آدم چی؟ مردی که روزگر واسه من چه شر میده؟ تو در نهی مردی؟ من میتونم اون بیجا میکنه تو فکرده شون پولیسی هر غلطی که دلت بخواد میتونی بکنی؟ بهت کن جون مادرت حامد، به اینا رو بدی سوارت میشن. تو میگی این زنه راست میگه؟ در مورد چی؟ قضیه پیشنهاد این مرده بهش. چه فرقی میکنه؟ مهم اینه که اصلا برای چی این حرف رو گفت؟ یعنی دروغ میگه؟ نمیدونم، ولی فکر کنم یه کار میلنگ. بچه دوستش گم شده، میز شامو جمع کرده. عجیب نیست؟ همه چی این خونه عجیبه. به این مرد در مورد حرفای زن چیزی نمیگی؟ وقتش. احسان کجاست؟ رفته با همسایه‌های ساختمون‌های دیگه حرف بزنه. بگو فیلم‌های تمام دوربین‌های مدار بسته‌شون رو بگیره.
خودت هم یکی رو بفرست پیش پاسپورت خود که مامان خروج این پسر رو بگیره یه وقت نظره بره. برو سلامت. من میدونم شما در این کارتون انجام میدین ولی چرا هیچ کسی چی به من نمیگه؟ داریم بررسی میکنیم دیگه. اگه اتفاقی بیفته بهتون میگم. خانم شما در مورد مهمونی امشب با کسی صحبت نکردین؟ پس منم کافه فقط مادرم میدونه. شما چطور؟ به خانواده کسی؟ نه. به کسی مشکوک نیستین؟ یا با کسی خصومت شخصی ندارین که بخواد همچی کاری بکنه؟ به کی باید مشکوک باشیم مانز؟ به همه. مادر ارغوان. مادر من چی؟ با توجه به شرایطش خب ونوس میتونه خیلی دشمن داشته باشه. اسم مادرتون چی خانم؟ ونوس افتخاری. به خانم ونوس افتخاری زنگ بزنید بگید همین الان بیاد اینجا. شما دستتون رو با چاقو بریدین، یعنی روی دستتون رو بریدین، درسته؟ یه زنگ بزن به ونوس. ارغوان با تو هم میگم یه زنگ بزن به ونوس. خوابه این وقت شب جواب نمیده. زنگ بزن خونه عزیزم. جونم آمد. کجایی؟ سر خیابون. هنوز نرفته یه داره؟ احسان رفته فیلم دوربینای مدار بسته موشمه رو بگیره بیاد بعدش میره مداره. میخوام زیر و بم زندگی ارغوان امینی خانوادش برام درگیر. باشه فایل میکنم واسه خودت هم میفرستم. باشه فقط سریع. برو بس. بریم. چرا من لفتش میدی؟ بیا دیگه. خودت میرفتی خب. تو اینجایی من برم؟ بابا میتونم بیام تو؟ بله. اتفاق افتاده؟ نه. دیشب بعد از اینکه خانمتون برای آخرین بار به بچه سر زد برگشت تو مهمونی گریه کرده بود. بله. چرا؟ ارغوان بعد از به دنیا اومدن بچه‌مون دچار افسردگی بعد از زایمان شده. هر موقع تنهاست این اتفاق میتونه بیفته. بعد یه سال و نیم؟ افسردگیش سایکوزه، میتونه چند سالی طول بکشه. یعنی افسردگیش جوری هستش که بزنه با مشت آینه رو بشکنه. در مورد این موضوع چیزی به من نگفتی. ببخشید. اینجا شما به خانم اجازی گفتی که بگه بچه رو بایدتون نبرید؟ ایشون به شما گفتن من در مورد این موضوع هم چیزی گفتم؟ نه سوال خودم. دیشب اتفاقی که نیفتاد چیزی پیش نیومد. یه لحظه بیا بیرون. خواهش میکنم بچه رو به ما برگردونیم. بریم همین کارو میکنیم. بارسا بیا اینو ببین. نگاه کن این دوربین تا دو روز پیش داشته مستقیم از خونه میگرفته. حالا اینو ببین، یکی به این ضربه میزنه زاویهش عوض میشه. من که هوا بارونی بوده ولی هیچ رد کفش تو خونه دیده نمیشه. هر کسی هم وارد خونه شده باشه یا از کاور کفش استفاده کرده یا کفشش از پاش در آورده، اونم بعید به نظر میرسه. اینو برام مکتوب کن.
یه خانم آقا اومدن میگن پدر بزرگ مادر بزرگ بچه هم بوریت چشم الو خورسون یه فیلم واسط فرستادم ببین فرسو دیدم این مال دو روز پیشه از خود این دوربین فیلم نداری؟ نه فکر نکنم دیشب چی؟ از دیشب چیز دستگیری شد؟ هنوز نه ولی یه چیزی در مورد منوس افتخاری بهت میگم تا تهش برو بگو یه شرکت نفتی خیلی بزرگ داره که از همسر سابقش بهش رسیده یعنی پدر واقعی ارغوان امینی که بعد از مرگش رسیده به منوس تمام اموالش هم به اسم خودشه هیچ چیزی به اسم دختر و شوهرش منصور رفی نیست سرمایه تقریبیش با محاسبه اموال یه چیز حدود 2800 میلیارده. ارغوان امینی چی؟ داشتم پرونده‌شو می‌خوندم. اگه چیزی گیرم اومد خبرت می‌کنم. تو اصلا کی هستی با من اینجوری حرف می‌زنی؟ الان میان صداتون بیاری پایین. آره هستم. خبرش اینه. مسئول این پرونده کیه؟ گفتم بهتون که میگم مسئول این پرونده کیه؟ مسئول کجاست؟ آقا من کیانی هم مسئول این پرونده. میشه بگی چه بلایی سر نوه من اومده؟ صداتون رو بیاریم پایین خانوادتون شرایط خوبی نیستن ما هم داریم بررسی میکنیم تو این 4 ساعت چه غلطی داشتید میکردید پس؟ منصور ببخشید قربان یه لحظه میام رئیس یه چیزی تو همون پیدا کردیم حتما باید ببینید رئیس توی لباسشویی بود این همون چیزی که میگن تن بچه بوده سالش بوده متهم به قتل یکی از همکلاسی‌هاش میشه مثل اینکه اثر انگوشش روی جنازه بوده البته در نهایت تبرئه شده دختره چجوری کشته شده؟ از بالای پله‌ها پرت شده بوده پایین قتل بوده؟ نه قتل اثبات نشده آن راستی استلام پزشکیش هم گرفتم از سن 15 سالگی تا 3 سال قبل تحت درمان یه روانشناس بوده جدیدن هم دوباره دوره درمانش رو با همون روانشناس شروع کرده باشه دست در نکنه خداحافظ.